آخرین دیدار تدارکاتی ایران مقابل ژاپن توجه داشته باشیم، دست کم 160 روز از این دیدار گذشته و ما دیدار دوستانه‌ای برای بازی‌های رسمیمون در آسیا نداشتیم. در یک سال گذشته ما 4 دیدار دوستانه داشتیم مقابل چیلی، سوئد، ازبکستان و ژاپن، و بدون بازی‌های تدارکاتی ما تیممون رو به دیدارهای رسمی در آسیا فرستادیم. بازی فردا مقابل هند از 2 جهت حائز اهمیت است که خود آقای کروش هم به خوبی بهش اشاره کرده. 1. حریف مستقیم ما در گروه دی بازی آخرش رو در تهران مقابل ما انجام میده، عمان، و 11 امتیاز است در مقابل 14 امتیازی که ما الان در حال حاضر داریم. ما اگر فردا امتیاز از دست بدیم، احتمال این که صدر جدول رو برای صعود از دست بدیم دور از انتظار نیست. بنابراین آقای کیروش میاد ابتدا 3 امتیاز این دیدار رو برای خودش و بازیکنانش کسب میکنه، در ادامه با توجه به اون نکته‌ای که من ابتدا اشاره کردم، نبود بازی‌های تدارکاتی برای کسب تجربه بازیکنان تازه دعوت شده به تیم ملی، میاد بازیکنان جوانتر رو به این بازی میفرسته که بتونه هم 3 امتیاز رو بگیره و هم کسب تجربه کنه. یه نکته رو من سریع عرض کنم، اگر به گل‌های تیم‌های باشگاهی ایران در آسیا که دریافت کردن از رقباشون دقت کنیم، میبینیم که ضعف تجربه بین‌المللی مشهود بود و متاسفانه گل‌های یک شکلی رو حریفان تیمای ما از حریفانشون در آسیا دریافت میکنن. اما خب به هر حال بازیکنان جوانی رو که در همین برخی از همین تیمایی که شما اشاره کردید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفتن رو در اردوی تیم ملی آقای کروش دعوت کرد، این دیدار محکی برای اونها محسوب میشه در واقع؟ من عقیدم همین هست که آقای کیروش میاد و این بازیکنان رو در دیدارهایی مثل گوام و هند به میدان میفرسته که بتونن کسب تجربه کنن. یادمون باشه آقای امادی، سعید عزت‌اللهی در دقایقی که این شانس رو پیدا کرد به زمین بره خودش رو نشون داد و این بازیکنان جوان باید یک بازیکنی مثل میلاد محمدی یا بازیکنان دیگری که ترابی، اینا که دقایقی که در زمین هستن باید نهایت استفاده رو ببرن و بتونن خودشون رو نشون بدن. یکی مثل سعید عزت‌اللهی تونست یه گل رو به ثمر برسونه، اعتماد به نفس بیشتری داره، در ادامه مطمئن باشید آقای کیروش بیشتر روش حساب میکنه. امیدوارم این بازیکنان از شانسی که بهشون داده شده نهایت استفاده رو ببرن. انتقادی هم نشده در این مورد، اغلب به لیست بازیکنانی که دعوت میشن به تیم ملی ایراداتی گرفته میشه از سوی منتقدان، اما این بار موافق هستم با شما. از 35 نفری که لیست ابتدایی بود و 11 نفر خط خوردن، کمترین انتقاد رو دیدیم و این رو بایستی به فال نیک گرفت که حق انتخاب رو 100% به سرمربی تیم ملی بدیم و هر کسی که سرمربی تیم ملیمون هست به نظرش احترام بگذاریم، چرا که سرمربی تیم ملی در هر شرایطی بهترین ها رو انتخاب میکنه که مورد نظرش هستن، بتونن تاکتیک مورد نظر و تمرین شده تیمش رو در زمین پیاده کنن و به نتیجه برسن. امیدوارم این روند در ادامه باز دیده بشه و هر کسی که سکان تیم ملی ایران رو بر عهده داره اینجور به نظرش احترام گذاشته بشه. احتمال داره این 2 دیدار ایران و هند، ایران و عمان، آخرین بازی‌های تیم ملی باشه که کیروش نیمکت میشینه. امیدوار هستم در تعطیلات نوروز که ترافیک نیست، مردم سر کار نمیرن، وقت دارن، و اگر هم قرار است آقای کیروش رو ما دیگه در تیم ملی نداشته باشیم، بتونیم با یک استقبال پرشور اولا هم تیممون رو تشویق کنیم، 3 امتیاز رو کسب کنیم در مقابل هند و هفته بعد در مقابل عمان، همین که یک خسته نباشید به تیم ملی و آقای کیروش گفته باشیم. متشکرم. کوروش بازیار، کارشناس فوتبال، که با ما گفته او کردید. با سپاس از شما.